ویدیو فارسی تقدیم می کند. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، او هم یکی دیگر از یاران با وفای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود. به هنگام بعثت پیامبر گرامی اسلام و آغاز رسالتش در مکه، عبدالله ابن مسعود نوجوانی بود که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود. او در دره‌های اطراف مکه و به دور از هیاهوی شهر گوسفندان یکی از اشراف قریش به نام عتب ابن معیط را به چرا می برد. مردم این کودک را ابن ام عبد صدا می کردند، اما نام او عبدالله و اسم پدرش مسعود بود. او شنیده بود که پیامبری در مکه ظهور کرده است، اما به خاطر خردسالی و دوری از محیط مکه اطلاع چندانی از دعوت پیامبر نوظهور نداشت. در یکی از روزهای گرم و سوزان مکه، این نوجوان دو مرد میان سال و با شخصیت را دید که به سوی او می آیند. آنها که بسیار خسته بودند و از شدت تشنگی لب و گلویشان خشک شده بود، به این نوجوان سلام کرده و از او کمی شیر خواستند. عبدالله ابن مسعود جواب داد که از دادن شیر به شما معذورم، چون گوسفندان از آن من نیستند و آنها پیش من امانتند. آنان نه تنها به سخنان این نوجوان اعتراض نکردند، بلکه علایم رضایت و خوشنودی از سیمایشان نمایان بود. یکی از آن دو مرد گفت: پس بره ای را به من نشان بده که هنوز جفت گیری نکرده و باردار نشده باشد. او بلا فاصله بره ای کوچک را به آنان نشان داد. مرد به طرف بره رفته و آن را گرفت. پستانش را مالش داده و نام الله را بر زبان جاری کرد. کودک چوپان با تعجب به این صحنه می نگریست و در دل با خود می گفت: چگونه ممکن است بره ای که هنوز جفت گیری نکرده است شیر بدهد؟ اما او در نهایت تعجب مشاهده کرد که پستان بره کم کم بزرگ شده و پر از شیر گردید. مرد دیگر سنگی گود را پیدا کرد و شیر را در آن دوشید. آنها خود نوشیدند و به آن جوان هم شیر دادند. بعد از آن مرد مبارک با ذکر نام الله بر پستان بره دست کشید تا به حالت اولیه برگشت. آنها پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و یار و همراه همیشگی او ابو بکر صدیق بودند. همان گونه که محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم و یارش در دل این نوجوان جا گرفت، آنان نیز از امانت داری و صداقت این نوجوان تعجب نموده و آثار بزرگی و پاکی را در چهرهش دیدند. پس از مدت زمان کوتاهی عبدالله ابن مسعود مسلمان شد. او پس از تشرف به دین اسلام همه اوقات خود را صرف خدمتگزاری به رسول الله صلوات الله علیه می کند. او همیشه همراه پیامبر بود و هیچگاه از او جدا نمی شد. در سفر و در حضر همراه ایشان بود. عبدالله ابن مسعود در خانه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تربیت یافته و اخلاق پسندیده را از او یاد گرفت. در همه شؤون زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم را الگو و اسوه خود قرار داده و از او پیروی می کرد.
او که در مدرسه و مکتب نبوت آموزش دید، قرآن را بهتر از تمام یاران رسول الله صلوات الله علیه تلاوت می کرد و از همه آنها بیشتر به رموز آن واقف بود. عمر فاروق رضی الله عنه نقل می کند که یک شب رسول الله صلوات الله علیه با ابو بکر صدیق رضی الله عنه در مورد امور مسلمانان بحث و تبادل و نظر می کردند. من هم حضور داشتم. بعد از پایان بحث با رسول الله صلوات الله علیه بیرون آمدیم. در مسجد یک نفر را دیدیم که به نماز ایستاده است. او را نشناختیم. رسول الله صلوات الله علیه در کنارش ایستاد و به قرائتش گوش فرا داد. پس از لحظاتی خطاب به ما فرمود: هر کس که می خواهد از تلاوت قرآن مشعوف شود، همانند ابن مسعود آن را بخواند. عبدالله ابن مسعود بعد از نماز به دعا نشست و از پیشگاه الله تعالی خواسته درونیش را مسئلت کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای عبدالله طلب کن، به تو عطا می شود. از الله طلب کن، چرا که او به تو خواهد بخشید.